سلام، دیبا هستم. با سری چگونه برای مصاحبه آماده شویم. کاربلد بودن توانایی یه چیزه، مصاحبه یه چیز دیگه است. مصاحبه است که تعیین میکنه تو رو استخدام کنن یا نه. خود من ساکن سوئد هستم و با استانداردهای سوئد توی این مجموعه پیش میریم. سوال مصاحبه ممکنه کشور با کشور فرق داشته باشن. سوئد هم ممکنه توی جزئیات متفاوت باشه، ولی خیلی نزدیک به استانداردیه که کشورها دارن. پس یاد باشه به همین اکتفا نکنی و سوالهای معمول شهر و کشوری که میخواید توش کار کنی و هم چک کنی. هدف من توی این سری اینه که خودت رو بیشتر بشناسی، تواناییات رو دقیقتر مشخص کنی و بتونی خوب ارائه بدی. سه تا ویدئو آماده کردم، به ترتیب معرفی 30 ثانیه‌ای، نوشتن رزومه و نامه یا پرسونال لتر و خود مصاحبه. از معرفی 30 ثانیه‌ای شروع کن، چون یه چیزایی رو یاد میگیری که بعداً توی نوشتن رزومه و مصاحبه به دردت میخوره. معرفی 30 ثانیه‌ای چی هست؟ اصلا یعنی چی؟ معرفی 30 ثانیه‌ای ترجمه 30 seconds speech. اسم دیگهش elevator speech که میشه معرفی در آسانسور. فکر کن تصادفی با رئیس یه شرکتی سوار آسانسور شدی. همون شرکتی که آرزوت اونجا استخدام بشی. از وقتی در آسانسور بسته بشه تا اون فرد بخواد پیاده شه 30 ثانیه وقت داری که خودتو جوری معرفی کنی که اون آدم استخدامت کنه. چی بهش میگی؟ چطوری خودت رو معرفی میکنی؟ هر کسی که با اون آدم روبرو بشه ازش میخواد که استخدامش کنه. تو بهش چی میگی که اون فکر کنه تو از بقیه بهتری؟ اونجا وقت فکر کردن نیست، پس باید از قبل آماده باشی. این 30 ثانیه تنها فرصتیه که بهت داده شده تا توی اون شرکت رویایی، چه میدونم، مثلا گوگل استخدام بشی. باید بتونی توی 30 ثانیه نشون بدی که تو با بقیه فرق داری. مختصر و مفید. اول از همه اسمتو میگی، بعد تجربیات و مسئولیتاتو میگی. نه همه رو، اون یکی دوتایی که از همه مهمترن. مسئولیت ها خیلی مهمن. مسئولیت نشون میده نه تنها تجربه داری بلکه توانایی اجرا هم داری. پس شاید بهتر باشه روی اونا تمرکز کنی. بعد نقاط قوت و مهارتاتو بگو. توی چه کارهایی از همه بهتری؟ چه مزیتی داری که بخواد تو رو استخدام کنه؟ و در نهایت دید خودت رو نسبت به آینده بگو. چه جایگاهی برای خودت متصوری؟ میخوای وارد گروه بزرگتری بشی یا پروژه‌های بزرگتری برداری؟ چه چیزی مشوقته که کارت رو ادامه بدی تا بهش برسی؟ برای اینکه جوابای مناسب پیدا کنی، باید خودت رو خوب بشناسی و برای کاری که میخوای انجام بدی برنامه‌ریزی کنی. اول از همه کی هستی؟ خصوصیات اخلاقی و کاریت کدومه؟ چه توانایی‌هایی داری؟ از پس چه کارهایی برمیای؟ مهارتت کجاست و چی کار میتونی بکنی؟ هدفت چیه؟ میخوای تو چه مدل شرکتی کار کنی و چه جور کاری داشته باشی؟ بعدش میشه اینکه حالا چه اقداماتی باید انجام بدی تا به هدفت برسی؟ زنگ بزنی، رزومه بفرستی، پیگیری کنی؟ شرکتو چی میخوان؟ تو چی باید بگی؟ با تحلیل شخصیتی شروع میکنی. نقاط قوتت چیه؟ نقطه ضعفت کجاست؟ چه ارزشهایی داری؟ آیا کاری که براش درخواست دادی با ارزشات سازگاره؟ مثلا من حاضر نیستم تو شرکت‌های قماربازی کار کنم. انگیزت چیه؟ چیه که تو رو میکشونه سر کار؟ مثلا پول؟ و علاقت چیه؟ قشنگی کار؟ پیشرفت علمی؟ هر چی که هست بایستی مشخص باشه که چی کار میخوای بکنی. این یه لیستی از صفات و مهارت‌های فردیه. دونه دونه بخون ببین کدوم ویژگی رو داری، کدوما رو نداری و باید داشته باشی، کدومش در تو قویه و باید کمرنگ‌تر بشه. اونا نقاط ضعفت میشن. مثلا من آدم کنجکاویم، اینم خیلی خوبه، باعث میشه همیشه دنبال یاد گرفتن چیزای جدید باشم. این نقطه قوته. کنارش یه علامت میذارم. آدم سختگیری نیستم، ولی ممکنه توی کار مدیریتی نیاز باشه سختگیرتر باشم، پس باید اینو تقویت کنم. خیلی وقتا کمرو هستم، لازمه درجه کمرویی رو کم کنم. من اگه بخوام با مشتری در تماس باشم، کمرو بودن خیلی کمکم نمیکنه. یه خصوصیت توی یه کاری خوبه، توی یه کاری دیگه بده. پس با دقت بخون ببین کدوماش مناسبه و کدوما مناسب نیست. یه لیست کاملتر به انگلیسی توی وبسایتم گذاشتم که میتونی دانلودش کنی. مخصوصا اگه میخوای رزومه انگلیسی درست کنی به دردت میخوره. لینکش همینجاست. به هر حال این لیست یا هر لیست دیگه‌ای که پیدا کردی رو چک کن و ویژگی‌هاتو در بیار. خوبی این لیستا اینه که بهت یه دیدی میده که روی چی تمرکز کنی. ممکنه یه استعدادی داری که از یادت رفته و توی این لیست پیداش کنی. پس حتما این کارو انجام بده. حالا باید کارنامه اعمالتو بگیری دستت. قوی‌ترین توانایی‌هات چیه؟ نقاط ضعفت کدومه؟ چیا رو باید در خودت تقویت کنی و روی چه چیزایی کار کنی تا کمرنگ‌تر بشه؟ شاید بپرسی نقاط ضعف به چه دردم می‌خوره. توی سوئد و خیلی کشورهای دیگه این یکی از سوالای اساسی و باید یه جواب سنجیده بهش بدی. توی ویدیوهای بعدی بیشتر بهش می‌پردازیم. نوبت مهارت‌هاست. مهارت‌ها بهت میگن که توی چه کاری خوب هستی. به درد چی می‌خوری؟
مثلا یکی که خوب صحبت میکنه باید یه شغلی داشته باشه که بتونه از مهارتش استفاده کنه. دور مهارت‌هایی که داری خط بکش تا بفهمی توی کدوم دست مهارت‌ها بهتری. PDF فارسی و انگلیسی این ویدیو رو هم گذاشتم توی وبسایتم. دوست داشتی دانلود کن یا هر جا شد استوب بزن که بتونی موارد رو یادداشت کنی. همه مهارتاتو پیدا کن. فکر نکن که من دوست ندارم رئیس بشم به چه دردم میخوره. به دردت میخوره. دوباره کارنامه اعمال به دستته. حالا میدونی تو چه زمینه‌ای از همه بهتری و تو چه زمینه‌ای اصلا خوب نیستی. شاید بتونی یه مهارتی تو تقویت کنی و بهتر بشی. این قسمت از همه باحال‌تره. خودم وقتی این قسمت رو انجام دادم خیلی حال کردم. آیا همونی هستی که فکر میکنی؟ یه وقتی بذار این 4 تا سوال رو بفرست برای کسایی که با هم یه همکاری داشتین. ازشون بخوا که تو رو با چند تا صفت توصیف کنن. اونا ممکنه یه استعدادی در تو دیده باشن که خودت خبر نداری. یا دستت میاد که چه نقاط ضعفی از خودت نشون میدی؟ حالا نوبت امتحان نهاییه. 30 ثانیه وقت بگیر و خودت رو معرفی کن. هر چه اضافه است رو کم کن تا بتونی کمتر از 30 ثانیه خودت رو استخدام کنی. امیدوارم این ویدیو به دردت بخوره و بتونی یه کار خوب بگیری. توی ویدیوهای بعدی درباره نوشتن رزومه و سوالهای مصاحبه حرف میزنم. استاندارد سوئد، سوالایی که اینجا میپرسم و نحوه رفتن به مصاحبه در سوئد. یادت باشه هر کشوری کد خاص خودشو داره. توی سوئد اون سختگیری که جاهای دیگه میشنوم نیست، ولی به هر حال این ویدیوها یه دیدی بهت میده که چطوری خودت رو آماده کنی. موفق باشی و لایک و سابسکرایب یادت نره.